بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، امروز هفتم ذو الحجة، هگاه إن شاء الله هشتم ذو الحجة، روز ترویة، روزی که حاجی ها لبه‌ای که حجم گفته به وادی مینا روانه می شوند. و روزی هشتم ذوالحجه روزی تربیه آمیده شد از کلمه رب و به معنای فکر کردم. برای آنکه حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که خواب دیدم که در خواب خود فرزندشان اسماعیل را قربانی کرده استادند، سحری خسته فکر کردم که آیا این خواب شیطان است یا خواب از جانب پروردگار است. گفته فکر کردم، بنابراین میگویم که روز هشتم ذوالحجه روز فکر، یعنی روز تربیه، از همین اعتبار نام تربیه نامیده شد. و روز عرفه روز نهم ذوالحجه، یعنی ان شاء الله روز یکشنبه می آمدگی، روز ذوالحجه هشتم نیوم ذوالحجه روز عرفات، روز عرفات روز عرفه نامیده شد، برای آنکه میگویند که ابراهیم علیه السلام عرفه دانستند که این خواب از جانب پروردگار است. روز هشتم شک کردم، فکر کردم از جانب کی باشد. و روز نهم روز عرفه دانستند، عرفه در لغت عرب به معنی دانستند، دانستند که روز نهم ذوالحجه دانستند که این خواب از جانب پروردگار عالم است. و روز دهم، دهم ذوالحجه، این روز روز عید قربان، عید نحر میگویند، روز نحر، برای آنکه در این روز قربانی کرده می شود. این قربانی که برای ما چقدر هزارها سالها میراث مانده است، این همه از جانب ابراهیم علیه السلام است. و اصل مشروعیتش در شریعت اسلام روز اضحا، این اضحا میگویند در لغت عرب، اضحا در لغت عرب اضحیه، یعنی از کلمه اضحیه این معناش قربانی کردن، لیکن سبب اضحیه به نام ضحا مانده شدنش، این ضحا وقتی برآمدن آفتاب، وقتی که روز این آفتاب برام میبراید، انا همون روز قربانی کردن مشروع میشود. بنابراین از همون وقتی انا همون گرفته این عید، عید اضحا گفتن. چه خیلی که فخر دارین در امام ابن حجر رحمت الله علیه بیان کنن لغتی معناشه. اما در شریعت اسلام معنای قربانی تذکیه، یعنی قربانی کردن حیوان از بهیمت الانعام. بهیمت الانعام این گاو، شتر، گوسفند، بغم به گوسفند میدارم که انا همین های قربانی کردن در روز عید بعد نماز عید، این نامش در شریعت اسلام قربانی کردن میگویم. اما مشروعیتش در کتاب، یعنی در قرآن و در سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم و اجماع علما هست که مشروع است که در دین اسلام قربانی کردن هست. الله سبحانه اینا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. فصلی لربک وانحر، نماز خون، نماز عید خون، وانحر و قربانی کن. این آیات بسیار مفسران گفتند که این دلالت میکنند که قربانی کردن بعد نماز عید میشود. و این دلیل از قرآن، اما دلیل از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، سنت های قبلی رسول الله صلی الله علیه وسلم با زبانشان گفتند که کسی که اگر پیش از نماز قربانی کرده باشد، بعد نماز دیگه قربانی کند که به حساب نگفتند. قربانی حساب نمیشد، بلکه گوشش گوشتی، گوسفندی گوشت میشد، همچون برای گوشتش خوردن کشش دیگه، نه برای عبادت. و رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشون در روز عرفات امر کردن و قربانی کردن، این سخنهای قولی. اما سنت فعلی خودشون رسول الله صلی الله علیه وسلم، چه خیلی که در پایان ذکرش می آید،
و دست مبارکشان قربانی کردند صلوات الله و سلامه علیه. اما اجماع باشد، اجماع علما یگان عالمای اسلام خلاف نکردند که قربانی از شریعت اسلام است. حافظ ابن حجر در فتح الباری گفتند که ولا خلاف عنها من شریعت، ولا خلاف عنها مشروع. یگان خلاف نیست که قربانی کردن یعنی مشروع است، با مشروعیت یگان خلاف ندارد. اما حکمت از مشروعیت این میراث از جناب حضرت ابراهیم علیه السلام آمده است که وقتی که ابراهیم علیه السلام در قومشان مردم را دعوت به یگانگی الله عز و جل میکردند و کسی اطاعت نکرد و کسی قبول نکرد، گفتند که وقال اینی ذاهب الى ربی سیهدین، من به نزد پروردگارم میروم، یعنی ترک کرد قبیلشون. اینی ذاهب الى ربی سیهدین، پروردگاری من زود است که برای من راه راست نشان میدهد. سپس گفتم که رب به حبلی من الصالحین، پروردگار را برای من فرزندان صالح عطا کن گفتم. یعنی شاید که ابراهیم علیه السلام وقتی که از قوم خود ناامید شدند، امید کردند که الله سبحانه و تعالی برای حضرت ابراهیم فرزند دهد و همون فرزند شاید یگانه عبادت کنند الله عز و جل، با الله تعالی دیگر کسی شریک نآورد. شاید همین امید کرده ابراهیم علیه السلام رب حبلی من الصالحین، پروردگار ما به یک فرزندان صالح عطا کن گفتند. فبشرناه بغلام حلیم، الله تعالی در سوره در قرآن کریم در سوره میگوید که فبشرناه بغلام حلیم، ما ابراهیم علیه السلام فرزند حلیم دادیم. در سوره صفات فرزند دادیم، یعنی بشارت دادیم که فرزنددار میشی. مفسرین کرام چیله که حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر قرآن کریم ذکر کردن که عمر ابراهیم علیه السلام 86 ساله بود و الله سبحانه و تعالی ابراهیم علیه السلام به از زن اولشان فرزند دادگی نبود، از حضرت سارا. سپس سارا راضی شد که همون هاجر هدیه کرد که نیزه کشه که همین زن کرده گیرد و شاید اقل فرزندان شوید. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام سین 86 سالگی بوده فرزندان شدن، آن سارا زن اولشان رشک کرد، گفت که این از نظر من هم زنت و هم فرزندت دور کن گفت، و این عادت زنها است. ابراهیم علیه السلام با الله تعالی وحی داد که ابراهیم اسماعیل همراهی مادرش و برده به مکه که در آنجا در آن حالت هیچی در آنجا سبزیده نبود، آدمی زندگی نمیکرد، یک وادی خشک خالی بود که ابراهیم علیه السلام فرزندشان اسماعیل و زنشان هاجر را به آنجا گذاشتند و رفتن. هاجر چند مراتب پرسید که برای کی ما را میمانی ابراهیم؟ ابراهیم دو بند مراتب جواب ندادن و حضرت هاجر گفتن که الله امرک بهذا، آیا الله تعالی امر کرد که تو ما را در این وادی که هیچی نیست، آدمی نیست، طعامی نیست، آبی نیست، زراعتی نیست گذاری؟ گفتن که اللهم نعم، ها من پروردگارم امر کرد که تو اینجا مونم. هاجر گفتن که اذن لی یضیعن الله ابدا، این طور باشد الله تعالی ما را هیچ محل ضایع نمی کند، یعنی الله تعالی از پی ما است انشاءالله. ابراهیم علیه السلام وقتی که غایب شدن از نظر آنها، دست به دعا برداشتند و گفتند که ربی پروردگارا، ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگارا من زن و فرزندان خود را در یک خانه محرم، یعنی کعبه در آنجا بنا کرده نشد، لیکن جای کعبه معلوم بود، بلندیه بود. اینی ترکتو، من فرزندم ترک کردم در نزد خانه حرام، در نزد کعبه بیت الله ترک کردم. و ابراهیم علیه السلام گفتن که بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وادیه که هیچ زراعتی نمیسازد. سپس دعا کردن ربنا لیقیم الصلاه، پروردگارا فرزندان من نماز خوانا گفتن. دعا کردن فرزندان یک جایی بی آب و بی نام و بی طعام بماندن و دعای دیدید که ایمان به رزق دهد گفتن ربنا لیقیم الصلاه، پروردگار اهل آیله من این زن و فرزندان من نماز جایی خواند گفتن، برای آنکه کسی که صالح شود انشاءالله الله تعالی دین و دنیا شما باد میکند. چه خیلی که عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله پادشاه مسلمان ها بودن، وقتی که
در حالت وفاتشان 30 سالش رو گذاشتن، رحمت الله علیه جوان گذاشتن، فرزندانشون رو درآوردن که فرزندانشون یتیم میموندگی بود. در آورده گفتن که شاید رحمش آید این فرزندان یتیم دیده و شاید در آخری عمرش یکان وصیت کنن برای عمر ابن عبدالعزیز از مال بیت المال از مال مسلمان ها گرفته نمیخوردن، همون قدری که برای زندگیشان میدادید انا همون استفاده میکردن و در خانه های عبدی زندگی میکردن. و وقتی که دیدن که فرزندان جوان و یتیم مونده ایسوس همشه در آوردن، فرزنداشون مومند فرزندای کمبغلا بود، گفتن که ای حضرت عمر ابن عبدالعزیز برای اینها وصیت کنید. گفتن که عمر ابن عبدالعزیز چشم کشاده نگاه کردن فرزنداشون، گفتن که این کانوا صالحین فالله یتولى الصالحین، اگر این فرزندان من فرزندان صالح میشدگی باشد آینده، فالله یتولى الصالحین، الله تعالی از پی آدمای صالح میشد، آدمی صالح هیچ محل انشاءالله در دو دنیا خور نمیشد. و این که همه غیر ذلك فرزندان ما آینده فرزندای گنده و شده که باشه نگر فرزندای گنده و فرمول نیسته و رفتن، یعنی وصیت نکرده و رفتن فرزنداشون به اینجا. ابراهیم علیه السلام و سلام دعا کردن که پروردگار اینها نماز خواند گفته. و ابراهیم علیه السلام وقتی که رفتن، الله سبحانه و تعالی در قرآن میگوید فلما بلغ معه السعی، وقتی که اسماعیل همراهی ابراهیم علیه السلام راه رفته میتونستگی شد، قدرت به راه رفتن پیدا کرد، الله سبحانه و تعالی میگوید که ما اینجا امر کریم ابراهیم که قربانی کند فرزندش اسماعیل. ابراهیم علیه السلام چه خیلی که ذکر کردیم، اول فکر کردن سیگر، سپس دانستن که خواب رحمانی است، آمدن از شام به مکه تا اینکه اسماعیل قربانی کنند. و آنهایی که اسحاق میگن این قول به نهایت ضعیف است، چونکه الله تعالی میگه که فبشرناه به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، ما ابراهیم علیه السلام به اسحاق بشارت دادیم و بعد اسحاق یعقوب بشارت دادیم بگو، یعنی ما ابراهیم به اسحاق که فرزندش هم بشارت دادیم و یک بار حالی که اسحاق تولد داشته بودیم که حالی این فرزند تولد میشد نومش یعقوب بودیم، این دلالت میکند که اسحاق ذبیح نبودن، اسحاق قربانی بردگی نبودن، چون که میدونن که الله تعالی گفت که حالی این فرزندش یعقوب میشد، این فرزند قربانی کنن از کجا فرزند یعقوب تولد میشد؟ اما این قول صریح که ذبیح اسماعیل علیه السلام بودن، برای اینکه یعقوب 99 سالگی حضرت ابراهیم علیه السلام ده، یعنی اسحاق تولد شده بودن، اما اسماعیل 86 سالگی حضرت ابراهیم علیه السلام تولد شده. این قول یهود و نصرانی ها و بعضی عالمای مسلمان هم ذکر کردن که قول مرجوح، قول ضعیف که اسماعیل اسحاق آنها ذبیح بودن، قول صحیح، قول درست، قولی که تمام عالم ها تقریبا به اتفاق آمدن، این قول هم اسماعیل علیه السلام. حتی حضرت ابن عباس میگن که تا دیروزه همون شاخهای گوسفندی که ابراهیم علیه السلام از نام پسرش اسماعیل قربانی کرده بود در مکه در همون ماوههای کعبه آویزان بود، وقتی که کعبه سوخت در همون سوخت ها همون شاخهای قربانی هم سوخته رفت و نمونه نمون. و این را دلالت میکنم که اسماعیل علیه السلام در مکه زندگی کرد، اسحاق در شام بود. کی اسحاق در تاریخ مکه آمده است؟ اسحاق در همون شام زندگی میکرد، در همون اسرائیل حاضره. عموما وقتی که الله سبحانه و تعالی امتحان الله تعالی رو بینید که 86 سالگین در فرزندار شدن، فرزندار شدن که فرزندشون امر کرد که از نظر خودشون دور رو برود بردار، وقتی که اکنون همراهی پدر راه می رفته که شد که الله تعالی امر کرد که باید قربانی کنم. ابراهیم علیه السلام آمده اسماعیل را گرفتن، همراهی اسماعیل ارغمشین و کار را گرفتن و گفتن رفتیم صحرا و بعضی حاجت ها. شیطان آمد و به نزد مادر اسماعیل حاجر آمد، آمده گفت که فرزندت اسماعیل پدرش حاضر رفته قربانی میکند. اسماعیل علیه السلام هاجر رو کنند که اسماعیل پدرش قربانی نمی کند، پدر جان رو پسرش قربانی کرده است که این رحم دارد و انسان است. گفتم بعد اینهو یزعم انهو یعمره ربهو، شیطان گفت که باید گمان میکند که به پروردگارش امر کرساد. هاجر گفت که اگر پروردگارش امر کرده این صدی باشد کاری نست کرد، اطاعتی پروردگارش کرده است. برای این هاجره که از زنهای صالحه بود، شیطان ناامید شده به نزد اسماعیل علیه السلام آمد. وقتی که به نزد اسماعیل علیه السلام آمد،
اسماعیل علیه السلام و سلام گفتند که پدرم من قربانی نمیکنم. گفت که وی پروردگارش امر کرده استاده است. اسماعیل علیه السلام گفتند که اگر پروردگار امر کرده باشد بگذار امر پروردگار اجرا کند. شیطان به نزد ابراهیم علیه السلام آمد، یعنی در صورت آدم، در همین در صورت من، در سه حالت آمد و گفت که ای ابراهیم، توی شیطان امر کرده است. گفت توی الله تعالی امر کرده است، نه به زبان فرزند اسماعیل، توی شیطان امر کرده است. گفت که ابراهیم علیه السلام هفت سنگ گرفتن و زدن در نزد یعنی جمره عقبه که روزی انشاءالله روزی ایت حاجه ها میزنن هفت سنگ دی و با در نزد موبین یعنی عقبه میونه آمده با شیطان واسطه کرد که ابراهیم علیه السلام با هفت سنگ دیگر که زدن و عقبه میونه دیر هفت سنگ که زدن که حاجه ها همین سیت و عقبه ها سنگ پرتویند روزهای اید و بعد روزهای اید سه روز دیگه یا دو روز دیگه. ابراهیم علیه السلام پسرشان بخواستن که بیان کنند مقصد از کجا رفتاده بشن، گفتن که یا بنی اینی ارافی منامی انی اربحو در سوره صافات. ای ابراهیم، من در خواب میبینم که قربانی میکنم. رسول الله صلی الله علیه السلام میگه که رؤیا الانبیاء وحی، خواب پیغمبرا وحی است. من در خواب میبینم که قربانی میکنم، یعنی من پروردگارم امر کرده است که قربانی کنم. فقافنظر ماذا ترى، ای فرزندم چی فکر داری همین مسئله را؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین، ای پدرم اطاعت کنید گفتی پروردگار، افعل ما تؤمر، آنچه که پروردگار گفت همون کنید، ستجدنی انشاء الله من الصابرین، انشاء الله من از جمله صابران میابید، صبر میکنم من. فلما اسلم، وقتی که ابراهیم تسلیم شدن امر پروردگار به فرزند اونقدر شیرین باشدم تسلیم شدم، گفتی پروردگار است. پسرشم تسلیم شد اسماعیل، مادامی که گفتی پروردگار است گفت تسلیم شدیم. فلما اسلم و تله للجبین، و تله للجبین یعنی وقتی که پیشانی حضرت اسماعیل که به زمین ماندم حضرت اسماعیل، برای اینکه از پیش وقتی که خواستن که قربانی کنن اسماعیل گفتن که پدرم از قفا قربانی کنید که روی من دیده شاید رحم گیرد، شما این نمیتونید قربانی کرد. کی میتونه فرزندش قربانی کرده؟ خاصتاً اسماعیل در وای وقت 7 ساله بودم، چیزی که در تفسیر ابن کثیر اومده است، بعضا در 13 سالگی گفتن، یعنی قین است که انسان فرزند خودش قربانی کنه. خاصتاً ابراهیم علیه السلام اند غیر اسماعیل دیگه فرزند نبود در اون وقت. وقتی که خواستن که قربانی کنن از قفا قربانی کنن گفتن حضرت اسماعیل. فلما اسلم، بعضی علما گفتن که فلما اسلم معناش تسلیم شدن، و بعضی علما گفتن که معناش یعنی اسماعیل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله گفته کلمه تلقین گفت پیش از وفاتش، و ابراهیم علیه السلام بسم الله الله اکبر گفت، یعنی که معنی اسلم. و تله للجبین، پیشانی که تی مونده وقتی که کارد موندن نبرید کار، که علما ذکر میکنن که همینجا مسین یک صفحه مونده شد که کارد نمیبرید. فناديناه ان يا ابراهيم، الله تعالی میگه که ما ابراهیم ندا کردیم، ان قد صدقت الرؤيا، در حقیقت تو خواب اجابت کردی، اطاعت کردی، گفتی پروردگار را اجرا کردی، چون که حقیقتا عزم کردم، نیت کردم، بسم الله الله اکبر حرکت کردم، لیکن الله تعالی پیش گرفت. یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا، در حقیقت اطاعت کردی پروردگار را. گفته الله سبحانه و تعالی و فدیناه بذبح عظیم، به جای اسماعیل علیه السلام ما یک گوسفند میدیم که همین قربانی کنیم. گفته الله عز و جل جبرائیل امر کرد که حضرت جبرائیل گوسفند آورده به دست ابراهیم علیه السلام دادن، که ابراهیم علیه السلام سپس گوسفند برده در مینا و در وادی منحر یعنی قربانی کردن، بسم الله و الله اکبر گفته. و الله تعالی که وفدیناه بذبح عظیم، ما به جای اسماعیل ابراهیم به یک گوسفند دادیم. کذلک نجزی المحسنین، ما انا همین خیر آدمای نیکوکار را احسان میکنیم، مکافات نیک میدیم. ابراهیم علیه السلام اطاعت کرد پروردگار، پروردگار امرش وقتی که رد نکرد الله سبحانه و تعالی یعنی جزای نیک داد، مکافات نیک داد، به جای اسماعیل گوسفند داد که به جای این گوسفند قربانی کنم. گفته
سلام على ابراهيم سلام باد به ابراهيم الله سبحانه وتعالى سلام میگه ابراهيم به يعني اهم از جانب الله تعالى وتركنا عليه في الاخرين و دیگر آدم های هم موز ابراهیم ذکری نیکی ذکر میکرد این کرم آدم که مردم ابراهیم علیه السلام فنای نیک میگرد کذلک نجزی المحسنین این همه نخیل ما نیکو کرا و انشاءالله جزا میتیم میگرد الله تعالی اینه کسی که اطاعتی پروردگار کنند ما انشاءالله و به جزای نیک میدیم گفته الله سبحانه وتعالی وعده نیکت برای اونهایی که اطاعتی پروردگار میکنند از همین جا مشروع شد که تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی در زمان جاهلیت مردم در روز قربانی میکردند و هدیه میفرستادند بر مکه که در این ان شاء الله در مساله هدیه شاید آینده صحبت میکنیم اما قربانی عالمای اسلام اختلاف کردند که قربانی آیا واجب است یا آیا سنت است و دو قول که جمهور علما سنت است گفتند که این قول امام بخاری و امام ترمذی و قول امام شافعی و قول امام مالک و روایت از احمد و از ابو یوسف و دویومین قول قول واجب یعنی باید آدمی که قدرت دارد باید قربانی کند گفتند که این قول امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه و قول محمد بن الحسن شیبانی و قول حسن و قول ابو یوسف در روایت و از آن احمد در روایت و این قول بسیار عالم‌ها اختیار کردند برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم یک سال قربانی را ترک کرده نبودند و دلیل قول آنهایی که قربانی را واجب گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم تقای براء ابن عازب قصه گفت که یا رسول الله من قربانی کردم پیش از نماز عید گفتند فضل فاذبح اخرى مكانها کسی که اگر پیش از نماز عید قربانی کردگی باشد رفته بعد نماز عید دیگر قربانی کند انما شاتك شات لحم گوسفندی که تو قربانی کردی یک گوسفند قربانی فقط گوشت فقط برای گوشت برای عبادت نگفتم اما بعد عید قربانی کن گفتم این دلالت میکند که میگویم یعنی پیامبر امر کردن که کسی که پیش از عید قربانی کرد بعد عید دیگر قربانی کند گفتگی گپشان دلالت میکند که واجب است و ابو حنیفه رحمت الله علیه گفت که کسی که قدرت داشته باشد قدرت یک گوسفند قدرت داشته باشد اگر قربانی میکند ابراهیم علیه السلام فرزندش را برای قربانی تیار بودند یعنی الله تعالی به جایش گوسفند داد که یک نعمت بود برای فرزندان آدم بنابراین این نعمت یعنی باید تمام اهل خانواده چه خیلی که در حدیث ترمذی آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در عرفه ساده گفتند که علی کل اهل بیت اضحیه یوم اضحا هر یک خانواده را واجب است که قربانی کند روز عید قربان گفتند مقصد بعضی عالم‌ها میگن که باید در خانه قربانی کرده شود بنابراین بعضی مؤسفه‌ها ذکر میکنند که در زمان شوروی یعنی پدرای ما روستی قربانی میکردند گفته بنابراین به سبب خوانند و یکرکشان همین که فرزندای مسلمان از خوردی تربیه اسلام یافت که گویا که پدرای ما باباهای ما این خانه مون روز عید قربان و نماز آمده قربانی میکردند گفته خاطرهشان بیست بنابراین خوانها کردن مشروع است میگویم و اما وقتی قربانی این چیزی که ذکر کردیم بعد نماز عید است بنابراین مستحب است که امام جمعه را یعنی نماز عید را سبکتر خواند تا اینکه مردم رفته با آن همون گوشت قربانی خود دهن کشاید افطار کنند یعنی مقصد مردم از سنت است که روز عید تا نماز بامداد و تا نماز عید یعنی که هیچ چیز نخورده و نماز آید با دهان روزه یعنی که بعد نماز را رفته خوانده شدن قربانی کرده از گوشت همون افطار میکنید یعنی دهن میکشید از همون گوشت قربانی بعضی برادرا قصاب دیدیم که قصاب بعد پیشین گفت و بعد آقا گفت وقتش نبود است میگن مشروع همین است که چیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دست خودشان که قربانی کردن باید هر یک انسان قربانیش دست خودش که رفته کنه حضرت ابو هریره رضی الله عنه و عایشه در مصنف عبدالرزاق آمده است که كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يضحي رسول الله وقتی که قربانی نزدیک میشد خواستن که قربانی کنند اشترا خریده می آمدن کبشین عظیمین ثمینین ثمینین املحین اقرنین دو گوسفند کوچقاب و دو گوسفند کوچقاب سفیدش بسیار تری سیاهدار شاخدار فربه قیمتی
و اختکردگی خریده می اومدن. برای اینکه عالمان ذکر کردن که اون حیوانایی که یعنی همین اختکرده شده است گوشتش یعنی تیب گوشتش بسیار بامزه می شد و ایوازی همون دو چیز الله سبحانه و تعالی گوشتش برکه می دید و گوشتش بسیار بفایده و بلذت می شد بودن. بنابراین رسول الله علیه همون خیلیش خریده اومدن و بسم الله و الله اکبر گفته رسول الله پاوش پاوش پای مبارکشون رو بگردن این همون گسفند رو قربانی میکردن که این دلالت میکنند که هر یک انسان باید قربانی خودش خودش بسم الله الله اکبر کند و بانده کشه باقی موندش اگر قصاب یعنی تقسیم کند میشود اما بسم الله الله اکبر یعنی بهتر است که خود قربانی میکرده که صاحب خانه اجرا کند اما اگر کسی که نتواند یا مثلا قدرت نداشته باشد دیگر کس را وکیل میکنند قصاب یا دیگر کس را لیکن باید در آنجا حاضر باشد و سن و سالی که باید جایز است آن همانها را قربانی کرده میشود از گوسفند بعض قولهاند شش ماه یعنی این آدمی قدرتش نمیرسد مگر شش ماه ها میرسد شش ماه گوسفند به قدرتش های خلاص یعنی اجازه لیکن بهترش یک سال گوسفند بکنند و بوزم یک سالشه و اینچنین گاو دو سالشه و شتر پنج سالشه و اما در حدیث برای ابن عوضی بعضی چیزها رو رسول الله نهی کردن که برای ابن عوضی گفتن که چهار نمودی قربانی رو رسول الله من کردن و اشعر بیدی و دستشان که اشاره کردن و گفتن که دست من دست رسول الله بوی نینه که العوراء البین و عوروها آن گسفنده که یعنی یک چشمش نابینا است یک تا چشمش نابینا که هست و قربانی کرده نمیشه دو تا چشمش منباب اولا قربانی کرده نمیشه برای اینکه چشم وقتی که یعنی کسل است نمیبیند این نقص در قربانی است چشم هم بسیار تعریف میکنم که گوشتی با لذت است و چشم هم خورده میشونه که چیز است و این یک نقصان است و اینچنین و العرجاء و بین و عرجها و اون گوسفندی که یا گاوی که چولاق از شکستگی دارد و شکستگیش معلوم است مثلا پاش یا دستش شکستگی باشد انا همون اعضای علاقه خورده تیبی نز ندارد یعنی معمزهی نز ندارد بنابراین نقص در قربانی است میگویم بنابراین مکمل باشد و المریضت البین و مرضها و اون بیماری که بیماریش معلوم باشد یعنی گوسفندی کسل یا گاوی کسل قربانی کردن درست نیست و اینچنین چهارمینش آن گوسفند یکی سن و سالش کلان شدگی و عجفه اولتی لا تنقی آن گوسفند یکی سن و سالش کلان شدگی و داخل استخوان‌هاش هم ده یعنی ایلیک موندگی نه پیر شدگی بی قوا شدگی و هم گفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیشد گفته برای اون که ایلیک هم طبیبا تعریف میکنن که بسیار فایده های عجایب دارد گفته بنابراین گوسفند اگر ان همین شرط و شروط یا گاو باشد اگر مکمل میشه و در مجلس شورای علمای ولایت همین خلاصه به آمدیان که قول مذهبی امام ابو حنیفه یک قول است که آن شخصانی که زکات با قدرتش هست همونها میکوشد خلاص گفته که قول ذکر کردن که این قول امام نووی در شرح صحیح مسلم ذکر کردن که مشهور و معروف از مذهبی ابو حنیفه همین که آن آدمهایی که زکات با قدرتش هست همونها قربانی میکند گفته این هم یک قول و اما طریقی قربانی کردن گفتیم که چخیلی که ذکر کردیم بسم الله و الله اکبر گفته قربانی میکنند و شیخ الاسلام در مجموعه فتاوا ذکر کردن که باید گوسفند است و گاو است و طرف چپ کدی خوابانده شود که این که تمام ملت ها اتفاق کرده که باید طرف چپ کدی خوابانده شده پاچکی راستش بولی گردنش مونده بسم الله و الله اکبر کنند و کسی که اگر طرف راستش کدی خوابانده پاچکی چپ کدی خودش را ضرر کرده و او جاهل و سنت است و حیوان به هم بسیار ضرر آورده است برای اینکه رسول الله گفتن که این الله کتب الاحسان علی کل شیء الله تعالی یکی گری تمام چیز رو فرض گردانه فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح اگر قربانی کنید قربانی خوش رو کرده کنید ولی یریح ذبیحتا ولی یفرح ولی یحد شفرتا کاردش یکی شما تیز کند ولی یریح ذبیحتا و ذبیحتش راحت کنند اینه تیز قربانی کند که عذاب نکشد بنابراین همین خیلی طریقه که قربانی کرده میشد اما تقسیم گوشتش یعنی عالم ها اجماع کردن که باید کمبغل بدهد و بای بدهد و خودش خورد و ذخیره کند و همین قول بهتر است الله تعالی میگه که فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر در سوره حج میگوید که فکلوا منها قربانیتان خورید باید هر یک انسان قربانیش باید خورد باید خودش خورد و اطعموا البائس الفقیر سپس کمبغل بدهد
چند تا دیگه باشد و در سوره حج در دوام آیه بود که فکلوا منها و اطعم القانع و المعتر، خورید از قربانی های خود و بای بیان دهید و کمبغل بدهید، یعنی بای بعد دوستاتون هست بای و بعد دوستاتون هست کمبغل، یا خیشاتون های بای خیشاتون های کمبغل، هم بای بداده میشه، بای بداده که تون هدیه کمبغل میداده که تون صدقه خودتون میخورید و ذخیره کنید. اما قول بهترین همین که قربانی چهار و تقسیم میکنید، یک گروهش خودتون میخورید و یک گروهش با خودتون به ذخیره کرده، یعنی که تقریبا نصفش برای خودتون و یک قسمش برای کمبغلا میدید و یک قسمش برای بایا، یعنی برای با اون دیار و دوست یا نزدیکانی که بایا است و یک چیز خرید کرده گذاشتن ضرور که با اون برادرایی که قربانی میکنن باید به خیش های کمبغلای خود دهم، برای اون که خواب زکات باشد خواب دیگر نفقه باشد. آدم ها غالبا چخیلی که استاز ما ذکر میکنن آدمیه که و این خیشاش باید وعید صدقه نمکنه، این اکاش باید، این داداش باید، این امکاش باید گفته وعید صدقه نمکنه و اگر همون باید خیش خودش به صدقه نکنه دری میون وعید میموند میونده وعید نه دیگه باید صدقه نمکنه، این امکاش باید و اکاش باید گفته و نه خودش صدقه نمکنه، به این نهایت گناهکار میشه خیشش به نده هدگر. بنابراین باید بهترینش خیشاوانده باید خیشاوند و همون کسلی ها کمبغلایی که خواهن همسایه باشد خواهن نزدیکا انا همه ها داده میشه، لیکن این طریقه ای که بیتیم که چهار بار تقسیم کردن این واجب نه، این اگر یک کیلو کمبغل بتید یک کیلو یک بای بتید و موندگیش خودتان قربان ذخیره کنید هم درست است، لیکن شرط جایزیش باید خودتان خوره اگر چند که یک برده باشدن و کمبغل بتید یک کیلو باشدن بای بیان بتید یک کیلو باشد موندگیش ذخیره کنید هم ایجاده و حالا که گفته که چهار بار تقسیم کنید هم ایجاده الامر واسه، یعنی این مسئله و کار وسیعه به این مرحب کسی که کتا میشه خطانه و قدرتش پیدا کنند اجرا میکنند انشاءالله. و انشاءالله من روزی پگاه روزی هشتونی دل هجه روزی هشتون روزی هشتونی دل هجه روزی یک شنبه روزی عرفه رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح مسلم آمده است که حدیث ابو قتاده رضی الله عنه حضرت ابو قتاده میگن که رسول الله پرسیده شدن عن صوم یوم عرفه از روز عرفه روزش پرسیده شدن فقال یکفر السنه الماضیه والباقیه گفتن که گناه یک سال گذشتگی و یک سال می اومدگی کفاره میکنه روز عرفه و روز داشتن میکنه، بنابراین پگاه و بس فردا روز داشتن بهتر است، روز عرفه روز یک شنبه لیکن بهترش هر گوشه داشتن، چون با احتمال خطا کردن ممکن که با نماز و عرفه روزی چی نباشد، یعنی روزی شنبه نباشد گفته، لیکن اعلانی که شد و موافق قوم موافق تقویم و تقویم خود مملکت که حاضر عرفه و میرم حاجی ها روز عرفه این هم روزی همون هشتمی روز نویم دو هیچه روزی روزی یک شنبه و موافق میاد روزی یک شنبه خود موافق که این روز روزه داشتم به نهایت بعد رمضان به ایسر عجل سوابش بعد رمضان یکم روزی نیست که بهتر باشد مولند روزی عرفه روز باشمش، بنابراین هیچ کس این موسم رو باید از دست ندهد که یعنی دو ساله گناهش بخشیده میشد انشاءالله. روزی یک شنبه روزی عرفه روزی عرفه گفته انا همین روزه گفتم شد، اما اونهایی که میگن که روزی یک روز پیش از عید رمضان هم عرفه میگن من خطی گپی خطا گپی نادانی، چون که عرفه گفته همون روزه که ابراهیم علیه السلام دانستن که قربانی میشد و عرفه به معنایی که آدم که حلوا با خوردن عرفه گفته که جان ده همون به عرفه نامیده شد معنای با خوردن دانستن معنا همون روزه عرفه میگن. و روز عید انشاءالله ساعت 8 به نماز عید خوانده میشه در مسجد ما در تمام مسجدها خدا خواهد و نماز عید بعد باید مسلمان ها تکبیر گویان الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر و لله الحمد گفته با یک طریق آمده با دیگر طریق رفتنشون دارد در خود چه که رسول الله بیان کردن که با دیگر راه آمده با دیگر راه رود به خانهش یعنی به قدر امکان و بعد نماز عید قربانیش میکند هر چقدر یعنی بر وقت قربانی کند ثواب است، اما وقتش روز عید کسی که نتواند پگاه عید و دو روز دیگر در مذهب ما اجازت است. و بدر الدین عینی در کتاب شرح هدایه نقل کرده که امام شافعی گفتن که سه روز اگر سیوم روز هم بعد عید یعنی چهار روز میشد همین عید کتی قربانی کند درست است، برای اینکه بعضی اون بی خبر میموند یا قدرت پیدا نکند یا سن قدرت پیدا نکند، یعنی اما اونایی که بای است از قدرت شریف قربانی نمی کند خود مذهبی مانده می گوند که وای ها اگر قربانی نکند اگر بعد همین سه روز مهلت گذاشتن سنی پولش صدقه می کند پول را
شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که حاضر اگر یک گوسفند هزار سومان باشد اگر یک گوسفند خریده بیدو شما یک کیلوش یک کمبغل فید یک کیلوش بای بیدو همیشه خورید ثواب همین کلام است از هزار سومان یک کس به دادم قربانی کردن ثواب است همون هزار سومان یک کس به هم تو داده یکان سومانش نخوردن همون هزار سومان گوسفند خریده آمده یک کیلو کمبغل یک کیلو بای بیدو دو مونده که همیشه خورید ثوابش بلند میگه حقیقت این برای آنکه این روزنده وارد شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابن عمر یک آدم پرسید که اواجبتون هی یا رسول الله واجب می قربانی کنم یا ایک ضرور نمی کنم وحا رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و عمر و المسلمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم قربانی کنم ابو بکر قربانی کرد عمر قربانی کرد مسلمان قربانی کنم گفتم لا يا رسول الله يا ابا عبد الرحمن اواجبتون هی نمی ای ابا عبد الرحمن فقط پرسودیم که واجب نمی ضرور نمی ای ابا عبد الرحمن گفتن که ضحا رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و المسلمون ابو بکر پیغمبر ابو بکر عمر عثمان قربانی کردن مسلمان قربانی کردن که جواب دادم نه ای ابا عبد الرحمن ضرور می نمی ما به همین شه گوید گفتن که اتعقیل عقل عیمی رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی کردن ابو بکر عمر عثمان و مسلمان قربانی کردن گفت حضرت ابن عمر جواب دادن چهره که در سنن ترمذی آمده است بنابراین یعنی قربانی کسی که قدرت باشه ان شاء الله قربانی میکنه و روز عید و از روز عرفه ابتداء ان شاء الله بعد نماز بامداد تا روز سیوم روز یعنی بعد روز عید بعد نمازهای فرض تکبیری تشریق گفته میشد یعنی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد بعد پنج وقت نماز بعد نمازهای فرضانه 23 تا نماز بعد گفته میشد یعنی چهار روز و پنج روز تا نماز عصر گفته میشد و در آخر سخن از الله سبحانه و تعالی میپرسیم که عید مایه عید مبارک در اونم یک چیز خیلی بکنم که عید عید گذارونم در کار موتم کردم در کار نه این عید ما سال نوی برسا نصرانی های سال نو شما خوشحالی میکنیم سال نو و همون خرد خرد نمیم در سخانه ما پر میکنیم و لیکن عید خود ما و عید دادم و وای بابا هم میگیم بسیار یعنی بی عقلی است میخندد خود همون نصرانی های یهودی که بین تا مسلمان دوتا عیدشه دوتا عیدشه هم گریه گریه میکنم موتم این عجایب یک ماه عقل ما دیگه کسا میخواهد عید برای چی ایدن ما میگریم برای چی ما ایدن فاتحه خوانی میکنیم برای چی ایدن در به در میگردیم درست نه این کارا ما ایدن قربانی کنیم رفته قربانی ما خورده همراهی اهل و آیله خیشای جمع کنیم خورسندی کنیم به جای سال نو بکرم سال نو از آن نصرانی ها است عجایب ما یک انسان هایی که نصرانی ها خورسندی میکنیم یعنی مسلمان ها یعنی خدا ما گریه و گریه الله سبحانه و تعالی دین دنیا و آخرت ما را خوب گرداند ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك